نزدیک نمایش بودن و تحتیل ایستر دانشگاه تحتیل بودن. دوستان من که اینجا استاد دانشگاه هستم کنار صندلی من نشسته بودن. هتلات تقسیطاله نبود. خدمت شما هست شد که والله قسم میخورم والله قسم میخورم که توی روز اول خدا شاهد یک نونو پنیر هم در ما ندادن. یه چیز علکتی که نون آورد نگید آقا نگید اینا عین مثال همون دروغی هست که مثال هم خوردن میگید. همینجا اول حداقل 6 نفر دیگه هستن که تون همش با هم بودن. اجازه بدید ببخشید. به نوبت این آخرین فرصتیه که افراد دارن برای اینکه قبل از پایان برنامه صحبتشون کامل بدون هیچ جور اینترابشن لطفا روز اول خود من یعنی واقعا گرسنه نبوده هیچ نتونستم بخورم سبزی بدون و بعد اطلاع دادم که من چه بلایی چه شما از این همه هزینه کردید از خارج از کشور مهمون دعوت کردید بعد این غذاهای رنگین از رستوران خود شما من این از خدمت شما هست شاید کنید اگه صبر بکنید من تا آخر حرف رو بزنم شاید متوجه بشید که الان عرایزم چی هست. این یه مسئله. مسئله دوم این که من تو همایش باز دوباره بودم و دیدم و شنیدم صحبت‌های کسانی که از کشورهای دیگه اومدن باهاشون همسفر بودم به مشهد، اونایی که مشهد اومدن و واقعا اینا همه راضی بودن، واقعا خوشحال بودن، واقعا تشکر میکردن و به قول انگلیسی it was about time یه وقتش بود که بعد از سال بالاخره یه خدمتی بکنم به اینا. ببینید ما یه کاری این خدا و من کاری ندارم به هیچ کاندید ولی ما تو ایران این شکلی یه کاری رو وقتی انجام میدن میگن چرا انجام بده، وقتی انجام نمیدن میگن چرا انجام ندید. بنابراین شما هر کار بکنید باز بالاخره متهم ما مایندستمون رو نگاهمون اگر که به یک نفر منفی باشه وقتی منزل هم بشه کسی عبیدش عوض نمیشه بعد اون عبیدها همه با من احترام به نظر من و آقای سام فرمایشاتی که داشتن ببینید آقای من قشنگ درک میکنم شما چیزی اصلا با شما مخالف نیستم و اصلا من اینجا به عنوان طرف صد دست لاغت نمیدونم نمیدونم اولش هم خودم درس کردن رو بودم واقعا اشتباه همین همایشی که من دعوت کردن مسئول شبای مشایی بود من اول صدا هم خودم آقای مشایی هم میرد به خاطر مردش و یعنی من با کسی که تعارف ندارم آدم مستقل هم دا فکر میدونم خیلی سریع میگم شما به آقای کردان شده کاملا من نه من با آقای رحیمی به رئیس جمهور شرکت ایشون هم مدرکش مثل آقای کردانه و منم ناراحت از اینکه شما نه آقای رئیس جمهور گفتن این نمونه ارزش ها و اگر شما اصولگرا هستید این اصول ایشون میگه من معتقدم نه نه من ببینید آقای احمدی نژاد بیانش اصطلاحا میگن کوچه بازاری این چیزی که میگم خیلی دوست ندارم این بیان رو تو همین همایش برگش گفتش که اسم اسرائیل نبود ولی منظورش اسرائیل بود گفت میگن که میخوام به ما حمله بکنه گفت تو که هیچ گنده پرستان هیچ غلطی نمیتونه بکنه یا جد آبادت هم کاری نمیتونه بکنه ایشون سیستم صحبت کردنش این شکلیه. حالا بله باید تو دیپلماسی زبان خاص خودش داره من قبول دارم و اون مسائلی که در مورد اون دختر و در مورد اون مسائل هستش ببینید این چیز شخصیشونه و من ایشون نمیدین رو قاطی بکنه باید جلسه من قبول دارم بابان یه رئیس جمهور باید بازنگری بکنه تو تعریف کردن خیلی چیزا و این نکته میتونه منفی باشه ولی از طرفی هم خیلی از مردم دوست دارن که یکی در سطح لبل خودشون باشون صحبت کنن. من دیگه هر خب جناب آقای من میخواستم در یک جمله از آقای انصاری تشکر کنم. واقعا چون از آغاز جلسه هم منصفانه صحبت کردن هم با مراد همه جوانب دوستان دیگر هم به طبقه که مسئله رو مطرح می کنند نظراتشون رو بایستی نظر فرد مورد سوال رو بشنوند دیگه یه نمیشوند بحث کرد. نکته که من عرض میکنم خدمت دوستان در مورد اینکه چرا جمعی که در خارج از کشور هستن حالا ما آمار و اعداد مختلفی داریم در ایرانیان آیا ایرانیان خارج از کشور شایسته شرکت در رأی 1,600,000 نفر هستن که ما 16,000 رو در واقع 1,100 در نظر بگیریم یا بیشتر هستن خب به رقم دیگریست بحث دیگریست ولی اجمالا من این رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که برای مجموعه کسانی که ایرانیانی که در خارج از کشور هستن باید ایران اهمیت داشته باشه
در واقع یک قدر مشترکی وجود داره که تمام ما در خارج از کشور زندگی میکنیم، موقت، محدود یا طولانی زمان، نسبت به سرنوشت کشوری به نام ایران بایستی ما حساس باشیم. این یک. دوم، نسبت به سرنوشت ملت ایران، ملتی که ما به اون وابسته هستیم، از هر بخش ایران که هستیم، از هر قومیتی که هستیم، به هر شکلی در واقع ما وابسته هستیم به این ملت. رنج ها، عزت، سربلندی، مشکلات، مصیبت ها این ملت بایستی برای ما اهمیت داشته باشه. ما به این سوال جواب بدیم با تداوم ریاست جمهوری جناب آقای احمدی نژاد، کشور ما آینده بهتری خواهد داشت. من یک مورد خیلی ساده رو به شما میگم. فرودگاه هر کشوری ویترین فرهنگ و سیاست و اقتصاد اون کشور است. شما همین امروز با گوگل سرچ بکنید اطلاعات پرواز فرودگاه امام رو در تهران و اطلاعات پرواز فرودگاه استانبول رو، تمام پروازهایی که در یک روز در فرودگاه امام انجام میشه در یک ساعت در فرودگاه استانبول انجام میشه. یک ساعت فقط. این کشور سال گذشته حدود 30 میلیون توریست رو پذیرفته. یک درآمد حدود 20 میلیارد دلار از توریسم داشته این کشور. این کشور فقط در سال گذشته 240 میلیارد دلار سال واردات داشته. این وارداتش هم نه میوه هست نه مواد غذایی هست. یعنی حسابی کشور رو سامان دادن. از هر 100 هتل درجه ای که در دنیا هست 11ش تو ترکیه هست. ببینید ما 1000 هتل های قابل توجه دنیا رو داریم در کشور خودمون 1000. اینا 11% هتل ها رو دارن. نصف وسعت ما رو دارن. طول راهن کشور رو داریم. 1 دهه هست هم در راهن های پیشرفته در واقع برقی دارن برنامه‌گذاری می‌کنن. تا چند سال دیگه به چه نقطه خواهند رسید؟ شما به آقای احمدی نژاد و دوستانش با این متروی تهران چه کردن اینا؟ آقای متروی تهران که خودش قبلا شهردار بوده بایستی در واقع متروی تهران یه گلگوی بشه بلا خوزه در اصفهان، در تبریز، در مشهد با این کار رو دنبال بکنیم. کشور ما میبایستی ببینیم ترکیه نفت وارد میکنه مصرف میکنه، یعنی در واقع پول نفت مصرف داخلیش هم داره میپردازه. در حوزه های مختلف ببینید در کجا ایستاده، ادعای اداره دنیا رو هم نداره. ادبیاتش رو ببینید، روزنامه هاش رو ببینید، ویژه‌نامه های کتاب روزنامه هاش رو ببینید، کتاب فروشی هاش رو ببینید، شهرک سازی هاش رو ما نگاه بکنیم. اون وقت ما چجوری میایم در واقع با کدوم چشم انداز؟ این که همسایه بغلی ما هست بعد ما میخوایم دنیا رو اداره بکنیم. هر از گاهی هر چند وقت یک بار دنیا بیا ما ادارهش بکنیم. خیلی خوب اداره بکن. این فرودگاه استانبول هست بغل دست ما، اینا فرودگاه امام خمینی سربلندی کشور ماست. یه نفر میخواد از ایران سفر بکنه بره افریقا باید بره دبی یا بره استانبول، میخواد بره امریکا باید بره یک جای دیگری، میخواد ویزا بگیره باید بره یک سفر دیگری بیسته. توی هر کشوری میره. من هر کشوری که رفتم، حتی کشورهای اسلامی رفتم، الجزایر رفتم، ترکیه رفتم، کشور دیگری کاملا در واقع حتی جایی که ویزا ما احتیاج نداره مثل ترکیه، احساس میکنم که گذرنامه من بیشتر گیر میکنه تو این بخش اطلاعات عمومی کشور. خب چرا اینجور هست؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا وزارت خارجه ما نمیتونه حلش بکنه؟ چرا اگر فرد با یه گذرنامه دیگری وارد بشه مثل برق عبور میکنه، اما گذرنامه ایرانی که هست بر چند دقیقه بمونه گذرنامه‌شو زیراکس بکنم فیلم ازش بگیرم اونجا نگهدارم؟ چرا اتفاق میفته؟ چرا اینو ما حل نتونستیم بکنیم؟ همه اینها در واقع نشانه هایی هستش که این مشکلات باقی بوده. و اگر ما علاقه من هستیم به من ایرانی خارج از کشور، دو تا قدر مشترک هم گفتم که دیگه هم از مسلمان بودن یا مسیحی بودن یا یهودی بودن و زرتشتی بودن لایک بودن، هم ایران و ملت ایران، اگر به این دو عمل ما اعتقاد داریم و میخوام یک آینده بهتری برای این کشور و این ملت فراهم بشه، یعنی اینقدر مردم ما تأخیر نشن هم در داخل هم در خارج. این عزت ملت ما هست که دولت نتونه کار ایجاد بکنه، این سرمایه ها رو تبدیل به صنعت و کشاورزی و در واقع خدمات نتونه بکنه، بعد بگه ما به شما سرانه میدیم. خدمت هست به مردم جوان ایرانی؟